در زمانهای قدیم درویشی تهی‌دست زندگی می‌کرد، نه خانه‌ای داشت و نه خانمانی. القصه، درویش حکایت امروز ما راه می‌رفت پای پیاده، با سرش می‌اندیشید سر برهنه، با دست‌هایش کار می‌کرد دست خالی، با دلش خدا را دوست داشت و با زبانش او را شکر می‌گفت. خانه من اینجاست. درویش میتوانی همینجا هیزم را زمین بگذاری؟ آخی خدای من، خسته شدی درویش؟ برایت چیزی بیاورم بخوری؟ باشه، زحمتتون نمیشم، مرخص میشم. زحمتی نیست، امشب را در خانه من بمان. باید تا شب نشده از شهر بروم. از این که تنها سفر میکنی نمیترسی؟ معمولا به دنبال کاروانها سفر میکنم تا که تنها نباشم. بگیر این هم دست مزدت. خدا به شما برکت دهد. سلام علیکم. عجب هوا گرمیست. این بر که با پای پیاده زیر این آفتاب سوزان با ما سفر میکند رو میشناسی؟ فکر میکنم درویش باشد. از شهر تا اینجا به دنبال ما میآید. آن هم با پای پیاده. خدای من شکرت. من مطمئنم او بدین گونه تا پایان سفرش دوام نمیآورد. او از خستگی هلاک خواهد شد. خوب است او را نزد خودمان بخواهیم. آری، سرگرممان میکند. صدایش گفت. آهای درویش، به نزد ما بیا. سلام بر کاروانیان. سلام بر تو، بنشین. کیستی پیرمرد؟ نه بر اسدس سوارم، نه چه اشتر زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم، درویشم و مسافر. درویش، این گونه پیاده و دوار از پی چیستی؟ از چه روی با ما همراه شده ای؟ نکند از ترس راهزنان؟ چیزی برای راهزنان ندارم، میخواهم تنها نباشم. بدان که بیابان سختگیر است بر کسانی که زاد و توشه و مرکب ندارند. به شهر بازگرد که بیابان به تو رحم نخواهد کرد. این گونه که تو با خود میکنی در میانه راه جان خواهی داد. غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میزنم و عمری میگذرانم. مرد تمانگر در تمام طول راه چشمش به درویش بود و منتظر که او کی به زمین میافتد و از حال میرود و جان میدهد و حرف او درست از آب در میآید. در راه پی در پی به همراهش میگفت: این درویش که با پای پیاده در پی ما میآید، زیر این آفتاب سوزان که ما را نیز بی‌طاقت نموده، انقریب است که بیحال شود و بر خاک بیفتد و جان دهد. به او گفتم که اگر برنگردد در این بیابان به سختی جان خواهد داد، ولی او گوش نکرد. پس از مدتی طولانی کاروان به یک روستا رسید. آنها در آنجا اتراق کردند تا کمی خستگی در کنند و خود را برای سفر آماده نمایند. عجب سفر خسته کننده ای. درویش کجاست؟ آنجا خوابیده است. آهای سقا، کمی آب بده، نکند مرده باشد. بعید نیست که مرده باشد، با آن همه تشنگی و گشنگی و آن آفتاب سوزان. باید به حرف ما گوش میده. خوب است سری به او بزنیم، شاید اتفاقی برایش افتاده باشد. میگویم نکند مرده باشد. من از مرده میترسم. مرده که ترس ندارد، کسی که مرد دستش از دنیا کوتاه میشود. ولی من میترسم. از من به تنهایی میروم، من که حرف دارم و جان داده است. درویش، 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 هنوز زنده ای؟ چه اتفاقی افتاده است؟ چه شده است؟ گمان داشتم اتفاقی افتاده، ولی ظاهراً اشتباه کردم. چه اتفاقی؟ حقیقتش گمان کردم تو جان داده ای. هنوز قسمتم نشده. ولی او هنوز زنده است. مثل اینکه بیهوده بیدارت کردم. بگیر بخواب، ما هم میرویم بخوابیم. فقط مواظب باش صبح از کاروانمان عقب نمانی. تا خدا چه بخواهد. پس هم سفرت کجاست؟ میروم صدایش کنم، گمانم خواب مانده است. ارباب، ارباب، ارباب بیدار شوید، وقت رفتن است. ارباب برخیزید، صبح شده، وقت رفتن است. ارباب، ارباب، نه.
فریادم برسید. اربابم جان داده است. ارباب، ارباب. اینا لله و اینا الیه راجعون. آخر چگونه؟ اربابم که سوار بر چطور بود و نه کشتگی کشید و نه دشتگی ببرد، ولی آن درویش یک لاغبا که تمام راه را با پای پیاده کشته و تشنه به دنبال کاروان میروید، زنده بود. آخر چگونه میشم؟ ای بسا اسب تیز رو که بمان، که خر لنگ جان به منزل برد. بس که در خاک تندرستان را دفن کردیم و زخم خورده نمرد.